نوشتن توابع در مطلب. ساخت توابع در مطلب با استفاده از M-فایل. در مطلب با استفاده از دستور اینلاین نیز می توان توابع ساخت، اما ساخت توابع با استفاده از M-فایل انتخابی حرفه‌ای تر می باشد. معمولا برنامه نویسان حرفه‌ای چارچوب برنامه را در یک فایل اصلی می نویسند و بخش های مختلف برنامه را به صورت توابع های می نویسند که یک یا چند ورودی را دریافت کرده و محاسبات لازم را انجام می دهند و سپس یک یا چند خروجی را برمی گردانند. برنامه نویس عمل کرده هر توابع را جداگانه چک می کند و سپس زمانی که از بابت آنها خیالش راحت شد، تمرکز اصلی خود را بر روی فایل اصلی که حاوی چارچوب برنامه می باشد می گذارد و تنها در فایل اصلی اجراءاتی به توابع ساخته شده خواهد داد. چنانچه شما هم از این شیوه استفاده کنید، پس از مدتی صاحب بانکی از توابع خواهید شد که در نوشتن برنامه های جدید بسیار به شما کمک می کند. با مثالی ساده نحوه ساخت یک توابع با استفاده از M-فایل را شرح می دهیم. مثال: می خواهیم توابعی به نام عدد بسازیم که در ورودی دو عدد را دریافت کرده و سپس مجموع آن دو عدد را در خروجی برگرداند. ابتدا یک M-فایل خالی باز می کنیم و کد زیر را در آن می نویسیم. در کد مطلب کلمه فانکشن اعلام می کند که این M-فایل به صورت یک تابع می باشد. خروجی با نام Z و دو ورودی به نام های X و Y مشخص شدن. کلمه‌ای که بعد از علامت تساوی قرار می‌گیرد، در اینجا کلمه عد نام تابع را مشخص می‌کند و باید در مرحله بعد M-فایل را دقیقاً با همین نام ذخیره کنیم. بنابراین M-فایل را با نام عد ذخیره می‌کنیم. همانطور که مشاهده کردید، خط اول ساختار تابع را مشخص می‌کند و در خط‌های بعدی تنها کاری که باید انجام دهیم این است که روابط بین ورودی‌ها و خروجی‌ها را تعریف کنیم. که در این مثال تنها یک جمع ساده می باشد. پس از ذخیره کردن M-فایل دیگر کاری با آن نداریم. باید دقت کنید که اگر بخواهید این M-فایل را با گزینه Save and Run در بالای پنجره اجرا کنید، با یک خطا مواجه می شوید. این M-فایل این یک تابع است و باید ورودی هایی برای آن تعریف کنیم. اکنون باید تابع ساخته شده را تست کنیم. دستور زیر در پنجره کامند می نویسیم و یا در یک فایل M-فایل دیگر. به مثال زیر توجه کنید. فانکشن M-فایل. فرض کنید که نیازی به محاسبه تابع یک به اضافه X به توان 3 داریم. M-فایل زیرا ایجاد و ذخیره می کنیم و برای به دست آوردن مقدار تابع x مساوی 3.5 کافی است در خط فرمان دستور f 3.5 را اجرا کنیم. ممکن است یک تابع چندین ورودی و خروجی داشته باشد. به عنوان مثال می خواهیم محیط و مساحت یک مثلث یا 3 ضلع معلوم را محاسبه کنیم. به مثال زیر توجه فرمایید. استفاده از عبارات منطقی برای محاسبه توابع چند ضابطه ای. به مثال زیر دقت کنید. ترسیم گرافیکی توابع در مطلب با دستور EZPlot. در مطلب با استفاده از دستور EZPlot می توانیم توابع را به صورت گرافیکی رسم کنیم. تنها کافی است که ابتدا عبارت توابع و سپس محدوده ای که می خواهیم توابع در آن محدوده رسم شود را مشخص کنیم. به مثال زیر توجه فرمایید. نتیجه مطلب یک پنجره جدید را باز کرده و نتیجه را به صورت یک شکل نمایش خواهد داد. عبارت کروش باز منفی 3 و 3
که روش بسته محدوده که می‌خواهیم تابع رسم شود را مشخص کرده است. دقت شود که برای تعریف عبارت مربوط به تابع از علامت پریم استفاده کردیم. در صورتی که بخواهیم از این علامت استفاده نکنیم، باید قبل از استفاده از دستور EZBlot متغیر X را برای مطلب به صورت سمبولیک تعریف کنیم. به مثال زیر توجه کنید. نتیجه دقیقاً همون شکل مثال قبلی می باشد. مشخص کردن عنوان برای شکل خروجی. چنانچه بخواهیم که شکل ترسیم شده توسط دستور EZBlot یا هر روش دیگری دارای عنوان خاصی باشد، باید در خط بعدی پس از دستور EZBlot از دستور تایتل استفاده کنیم. این دستور یک رشته مشخص شده با علامت کوتیشن را دریافت کرده و به صورت عنوان در بالای شکل نمایش می‌دهد. به مثال زیر دقت کنید. مشاهده می کنید که عبارت پلات فانکشن در بالای شکل نمایش داده شده است. فرض کنید بخواهیم حدود محورهای افقی و عمودی را تغییر بدهیم. برای این کار باید از دستور آگزیس استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید. در دستور آگزیس درون براکت 4 عدد نوشته شده است که دوتای اول حدود محور افقی و دوتای دوم حدود محور عمودی را مشخص می کنند. چنانچه تمایل داشته باشیم که تنها حدود یکی از محورها را تغییر دهیم، می توانیم از دستور آگزیس استفاده کنیم به این صورت که هر 4 عدد نوشته می شود و سپس تنها 2 عدد مربوطه به محوری که می خواهیم حدودش تغییر کند را تغییر می دهیم. اما این کار را با دستور xlim و ylim نیز می توانیم انجام بدهیم. به مثال زیر دقت کنید. به مثال دیگر توجه کنید و نتیجه را ببینید. برای بستن پنجره‌ای که شکل را نمایش می‌دهد، می‌توانید به روش‌های زیر عمل کنید. 1. در پنجره کامند کلمه کلوز را تایپ کرده و کلید اینتر را فشار دهید. کلوز اجرای دستور. 2. بر روی دکمه کلوز در بالای خود پنجره نمایش دهنده شکل کلیک کنید. 3. از منوی فایل گزینه کلوز را انتخاب کنید. حل معادلات در مطلب. در مطلب می توان با دو دستور سولو یا F0 معادلات شامل متغیرها را حل نمود. دستور سولو در مطلب برای حل معادلات چند جمله‌ای به کار می رود. مثال زیر را دقت کنید.
دقت شود که معادله باید بین علامت کوتیشن قرار بگیرد. دو پاسخ معادله در خروجی نمایش داده شده است. دو پاسخ معادله پاسخهای دقیق معادله می باشند و چنانچه بخواهیم آنها را به صورت عددی ببینیم باید دستور دابل انس و یا وی پی ای انس را اجرا کنیم. به عنوان مثال با دستور دابل داریم 12 همچنین قادر است که معادلات شامل دو متغیر را حل نماید. به مثال زیر دقت کنید و نتیجه را ببینید. عبارت دقت شود، چون می خواهیم متغیر ایگرگ را بر حسب ایکس به دست آوریم باید عبارت کوتیشن ایگرگ کوتیشن را بعد از معادله بنویسیم. به مثال زیر دقت کنید. چنانچه دو معادله بر حسب ایکس و ایگرگ داشته باشیم آنگاه می توان مقادیر دو متغیر ایکس و ایگرگ را به دست آورد و نتیجه را دید. این دو معادله دارای دو سری پاسخ است. پاسخ سری اول x1 و y1 و پاسخ سری دوم x2 و y2 می باشد. چنانچه پاسخ اول مورد نظر ما باشد می نویسیم. به مثال زیر دقت کنید و نتیجه را ببینید. دقت شود که در مثال قبل پاسخ دو معادله را به بردار کروش x و y نسبت دادیم و پاسخها در خروجی نمایش داده شدند. چنانچه پاسخ دو معادله را به بردار x و y نسبت ندهیم آنگاه پاسخها در خروجی نمایش داده نمی شوند. به مثال زیر دقت کنید. برای دیدن مقادیر بردارهای x و y کافی است که دستورات solution x و solution y را اجرا کنید. به مثال زیر دقت کنید. پاسخ سری اول سولوشن x1 و سولوشن y1 و پاسخ سری دوم سولوشن x2 و سولوشن y2 می باشد. چنانچه پاسخ اول مورد نظر ما باشد می نویسیم. به مثال زیر دقت کنید و نتیجه را ببینید. برخی معادلات نمی توانند به صورت سمبولیک حل شوند و در این گونه موارد دستور سولف سعی می کند که یک حل عددی را بیابد. به مثال زیر توجه کنید.
در بعضی موارد معادله بیش از یک پاسخ دارد و دستور صلح پاسخی را برمیگرداند که مد نظر ما نبوده است. به عنوان مثال، با توجه به شکل بالا، پاسخ دیگری مد نظر ما بوده است که حدود x مساوی با 3 می باشد. چنانچه بخواهیم این پاسخ را به دست آوریم، باید از دستور F0 در مطلب استفاده کنیم که در ادامه در مورد آن توضیح خواهیم داد. دستور F0 همان مثال قبلی را این بار با F0 حل می کنیم و برای دستور F0 مشخص می کنیم که پاسخ نزدیک x مساوی با 3 را بیابد. به مثال زیر توجه کنید و نتیجه را در آخر ببینید. بنابراین دستور F0 دقیقاً همان پاسخ مد نظر ما که نزدیک x مساوی با 3 می باشد را برمیگرداند. دقت شود که در تعریف معادله از علامت مساوی استفاده نکردیم و دستور به طور خودکار عبارت درون دو علامت کوتیشن را برابر صفر قرار می‌دهد. اعداد مختلط در مطلب. همانطور که می‌دانید، هر عدد مختلط به صورت A به اضافه BI نوشته می‌شود که A بخش حقیقی و B بخش مهمی عدد مختلط است. نمایش آی به صورت رادیکال 2 عدد 1 تعریف می شود. البته به دلیل اینکه در برخی مراجع از نماد جی نیز استفاده شده است، در مطلب هر دو نماد آی و جی به کار می روند، اما نتایجی که در پنجره کامند نمایش داده می شوند همگی با نماد آی می باشند. به مثال زیر دقت کنید. تعیین بخش حقیقی اعداد مختلط با دستور ریل در مطلب. چنانچه بخواهیم بخش حقیقی یک عدد مختلط را به دست آوریم، باید از دستور ریل در مطلب استفاده کنیم. این دستور بسیار پرکاربرد می باشد، زیرا تعداد زیادی از توابع تعریف شده در مطلب نمی توانند در ورودی خود اعداد مختلط را بپذیرند و ما مجبور می شویم تنها بخش حقیقی اعدادمان را به ورودی این توابع بدهیم. برای آشنایی با نحوه استفاده از دستور ریل به مثال زیر توجه کنید. همچنین چنانچه بردار یا ماتریسی شامل اعداد مختلط داشته باشیم، آنگاه دستور ریل یک بردار یا یک ماتریس را برمیگرداند که شامل بخش حقیقی آن اعداد مختلط خواهد بود. به مثال زیر توجه کنید. تعیین بخش مهمی اعداد مختلط با دستور ایمیج در مطلب. با دستور ایمیج در مطلب می توانید بخش مهمی یک عدد مختلط را به دست آوریم. به مثال زیر توجه کنید.
همچنین چنانچه بردار یا ماتریسی شامل اعداد مختلف داشته باشیم، آنگاه دستور ایمیج یک بردار یا ماتریس را برمیگرداند که شامل بخش مهمی آن اعداد مختلف خواهد بود. به مثال زیر توجه کنید و نتیجه را در آخر ببینید. تغییر تعداد رقم اعشاری مورد استفاده در محاسبات مربوط به عددها با دستور دیجیت در مطلب. همانطور که می‌دانید در بیشتر محاسباتی که با عدد سر و کار دارند، نتایج مراحل مختلف محاسبات ممکن است به صورت اعداد اعشاری باشد. نرم افزار مطلب هنگام به دست آمدن یک عدد اعشاری تنها تعدادی از ارقام اعشاری عدد را نگه می‌دارد و بقیه در محاسبات بعدی تاثیرگذار نخواهند بود. در واقع تعداد رقم اعشاری نگه داشته شده از اعداد اعشاری میزان دقت محاسبات ما را تعیین می‌کند. در مفزار مطلب به طور پیش فرض تعداد 32 رقم از ارقام اعشاری هر عدد را نگاه می‌دارد، اما این تعداد را می‌توان با استفاده از دستور دیجیت تغییر داد. برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر دقت کنید.